تا حالا موجوداتشین پیشرفته رو تو انیمیشن بی دیدید؟ والا منم ندیدم. سلام رفقا حالتون چطوره به کانال انیمیشن وی خوش میاد تو این ویدیو میخوام بریم سراغ پارت دوم موجود پیشرفته بی که ما اونا رو اصلا تو انیمیشن ندیدیم تو پارت اول موجود خفنی که پیشرفته شون ندیدیم رو گفتیم همرا با دیدن و بررسی فنارتاشون که لینک اون ویدیو این بالا میاد اگه اون ویدیو ندید حتما ببینید الان میخوام بریم سراغ پارت دوم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه بدون معطلی بزن بریم موجود اولی که میخوایم بریم سراغش روح فضای یا همون گسفری که خیلی تو سری کلاسیک نقش پررنگی داشت چه از نظر یک ابر قهرمان که بینتن بهش تبدیل میشد چه از نظر یک ابر شرور تو ایلین فورس و التیمت ایلین بینتن فقط دوبار به روی فضای تبدیل شد که یه بارش تو ایلین فورس بود یه بار دیگه هم تو التیمت ایلین و خیلی نقش روی فضای کم رنگ شده بود اما تو دوباره برگشت و نقشش دوباره پررنگ شد تو التیمت الین که بنتن به موجود پیشرفته تبدیل میشد خب اصلا به روی فضای تبدیل نشد فقط یک بار که اونم خیلی کوتاه بود و پیشرفتش نکرد و ما نتونستیم ببینیم تو سری آمنیورس هم خب ما اصلا نسخه پیشرفته روی فضا رو ندیدیم اما اگه میخواست پیشرفته بشه چجوری میشد بعضا میگن اگه روی فضا میخواست پیشرفته بشه میشد مثل نسخه شرورش و دیگه تغییر نمی و کلا میشد مثل اون که نمیتون درست باشه چون ما تو الین فورس دیدیم که بنتن بهش تبدیل شد و اونجا آمنیتریکس دستش بود التیماتریکس نبود و کلا یه موجود معمولی بود و پیشرفته نبود توی فنارت خیلی جالب ما میتونیم نسخه پیشرفته روی فضا رو ببینیم که کلا خیلی عجیب میشه اسکلتی میشه آتشین هم میشه واقعا خیلی جالبه و از اون نسخه قبلی که دیدیم و یه جور معمولی بهتره تو این فنارت نسخه پیشرفته روی فضا خیلی ترسناک‌تره و میتونه آتیش هم پرتاب کنه موجود فضا بعدی که خیلی باحال آبچکه و کلا همه چیزو میخوره ما اونو تو سری کلاسیک دیدیم و یکی از موجوداتی بود که قفل شده بود و میون قفلشو باز میکنه و بنتین ازش استفاده میکنه متاسفانه سریال بنتن تموم شد و ما نتونستیم پیشرفته موجود ببینیم اما اگه پیشرفته میشد چجوری جوری می میشد خب ما دیگه هیچی پیدا نکردیم اما یک فنارت پیدا کردیم که کلا خیلی جالب بود یه جوری آبچک بزرگتر میشه و خیلی هم چاختر میشه و شکمش تبدیل میشه به دهن هم خودش دهن داره و هم شکمش کلا دو تا دهن خیلی جالب میشد که ما این نسخه رو تو انیمیشن میدیدیم اینکه چجوری چیزا رو میخوره و چجوری تفشون میکنه بریم سراغ موجود آتشین یا همون هیت بلاس که تو نسخه کلاسیک بود و یک از موجودات خاطر انگیز تو التیمت الیم بود تو آمنیورس هم بود و کلا این موجودی که باید همیشه باشه اما ما نتونستیم که حالت پیشرفته آتشین رو ببینیم مثل بقیه موجودات اگه میدیدیم مسلما خیلی باحال بود چون یک موجود کلاسیک بود مثل چهارده هست و اگه نسخه پیشرفتهشون میدیدیم خیلی باحال میشد دو تا فنارت باحال از موجود آتشین هست که بهتون نشون میدم حتما تو کامنت ها بنویسید که کدومشون میتونه بهتر باشه اولش اینه که کلا موجود آتشین بزرگتر شده و مثل کوی آتش فشان شده در کل حالت پیشرفته هیچ وقت موجود کوچکتر نمیکنه فقط بزرگترش میکنه که اینجا می بینیم موجود آتشین بزرگتر شده و خیلی هم خفنتر شده تو فنارت بعدی موجود آتشین خیلی داختر شده و تبدیل شده به مرد گدازه خیلی خفن دیگه ببینین دست چپش کلا تبدیل شده به لوله و ازش مواد مذاب میاد بیرون خیلی خفن میشه اگه تو همون قسمتی که تولتی می ایلین بنتن تبدیل شد به موجود آتشین همونجا پیشرفتش میکرد و ما میتونستیم نسخه رو ببینیم خیلی بحال میشد اما خب خصیص بازی در آوردن موجود بعدی آرمو که ما اون تو التیمت ایلن دیدیم تو نسخه قبلی نبود اما تو التیمت ایلن بود تو آمنیورس هم بود تو التیمت ایلن بنتن تونست به وسیله حالت زدرنگ رنگ 5 تا فاز جدیدو به دست بیاره که یکیشون آرما بود خیلی خفه میشد که اگه همین پنجتا تا موجود تو التیمت ایلن پیشرفته میشدن که اصلا نشدن هدف التیمت ایلن باید همین میشد که این فضایه رو پیشرفته کنه که این کارو نکرد این فنارد حالت پیشرفته آرمو که واقعا خیلی خطرناکتر و بحالتر شده نکته اصلی فنارد فقط دماغشه کل الماسی فضای بعدی که از خاطر انگیسترین فضای بنتنه تو همه سرا حضور داشته ایلین فورس، التیمت ایلین، کلاسیک، آمنیورس تو همه بوده و واقعا اینجور رکورد برای موجات بنتن و خیلی قدرتمنده، خیلی خلاقه و کلا خیلی خفنه اما حالت پیشرفته کلالماسی اونقدر به حال بود که نیاز به حالت پیشرفته نداشتن اما خب اگه حالت پیشرفته میشد مسلما خیلی قوی تر می وقتی یک فضای توالت پیشرفته قوی تر میشه مسلما بزرگتر هم میشه مثل این فنارت این فنارت خب در مورد نسخه کلالماسی نسخه پیشرفتهش و میبینیم چه جوری شده کل الماس پیشرفته تقریبا دو برابر نسخه معمولیه و این خیلی جالبه کلا دیگه بزرگتر میشن کوچیکتر نمیشن نکته جالب اینه که ما تو پارت اول موجات پیشرفته در مورد کرومستان یا همون سنگ رنگ حرف زدیم که نسخه پیشرفتهش خیلی شبیه کلالماسیه کلا میشه گفت کرالماسی رو اوورده با کرومستون ترکیب کرده و شده این اما اینجا ما میبینیم که حالت پیشرفته کلماسی هیچ ربطی به سنگ رنگی نداره نسخه پیشرفته فضای بعدی رو ما هیچ وقت ندیدیم و خیلی هم طبیعیه چون تو سری قبلی اصلا نبود تو سری اومنیورس اومد یعنی فیدبک کلا فیدبک یک موجود خیلی خفن و جدید بود که ما اون رو تو سری قبلی ندیده بودیم حتی در حرفم نمیذارن اما تو اومنیورس اومد و طبیعیه که ما نسخه پیشرفته رو ندیده باشیم چون تو نبوده اگر هم بود خیلی بعید میدونم که بنته میخواست نسخه پیشرفتش رو به ما نشون بده فیدبک موجودی که چند تا پریز برق داره و میتونه انرژی رو جذب کنه میتونه منتقل کنه میتونه شلی کنه و خب یک موجود خیلی باحالی بود تو سری آمنیورس فقط یک امید وجود داشت اونم این بود که آلبیدو تبدیل بشه به فیدبک و اونو پیشرفته کنه کمچه چه اتفاقی نیفتاد اینکه که میبینید یک فنارته که حالت پیشرفته فیدبک رو نشون میده آنچون تغییر نکرده فقط یک پریز بهش اضافه شده میشه گفت فیدبک بزرگ میشه و تو حالت بزرگ سالی تبدیل میشه به همچین موجودی یعنی روش کنه یک پریز بهش اضافه میشه نه اینکه خودش رو به پیشرفته کنه مثلا بین ده هزار که بخواد تبدیل بشه به فیدبک اینطوری باشه فاز بعدی که خیلی باحاله و همه میشناسنش موجود سروسر یا اکسلریت که از اسمش مشخصه خیلی سریه اما چقدر سری بالاخره موج سری و حدی هم داره و از اون نمیتون سریعتر باشه و اینجاست که حالت پیشرفته خیلی میتون جالب باشه این که حالت پیشرفته چقدر موج سر سری رو سریعتر میکنه حد اکثر سرعت سرعت نور اگر از اونم سریعتر باشه میتون تو زمان سفر کنه این خیلی نکته باحاله که سری و سر حالت پیشرفتش اش تو زمانم سفر کنه موج سر, سر تو انیمیشن خیلی سری بود اما اونقدر سری نبود که بتون تو زمان سفر کنه حالت پیشرفتش با این امکانو بهش بده این فنارت که میبینید حالت پیشرفته موج سر رو به ما نشون میده که واقعا چقدر خفنه میبینید که چجوریه اینطوری میتونه تو زمان سفر کنه و به نظرم راهی سادتر برای سفر در زمان تو انیمیشن بینتن هست اما چه بهتر که موج سر هم بتونه این کار انجام بده یه نکته که وجود داره اینه که تولتیمید ایلین اصلا موج سر و نیست تو تیتراژ اولتیمیت ایلن ما میتونیم موجه سر و سر رو ببینیم اما اصلا تو انیمیشن حضور نداشت و به جای اون یک موجود دیگه وجود داشت اسم موجود فسترک بود که ما اون رو تو اولتیمت ایلین دیدیم و تو بقیه سری ها اصلا نبود انگار فقط میخواستن تو اولتیمت ایلین یک موجود جدید باشه که جایگزین موجه سر و سر بشه که این آوردن و تو سری بعدی کامونیورس بود این اصلا نبود و دوباره موج سر و سر برگشت حالا فسترک تو التیمت مثل موجه سر و سر بود و خیلی گیر نمیدیم مثل همون بود دیگه همون همانقدر سری چرا نسخه پیشرفتش رو به ما نشون ندادن اینکه خیلی عالی بود به نظرم خیلی بحال بود میتونستیم نسخه پیشرفته این رو ببینیم اما سازندگان نمیخوان که ما حالت پیشرفته اینجور موجود رو ببینیم موجود که خیلی سریع هستن و چقدر سری میتونن باشن که نهایتش همون سفر در زمانه مثل فلش فلش اونقدر سریع که میتونه تو زمان سفر کنه پس موج سر و سر هم میتونه همچین کاری انجام بده ولی ممکن که سازندگان حق داشته باشن که حالت پیشرفته موج 33 رو به ما نشون ندن حالا چرا قبلا گفتم سازندگان فکر میکنن که خیلی راه بیشتر و ساده تری برای سفر در زمان تو انیمیشن بینتن هست چرا ما بیام اینقدر به یک موجود گیر بدیم خب رفقای باحال دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید امیدوارم از این ویدیو خوش اومده باشه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار